سلام، با مهمترین خبرها زش صبح خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 ثور 1403 برابر به اول می 2024. سرخط خبرها: حفاظت از مردم افغانستان و مبارزه با تروریسم. واشنگتن به تعامل با طالبان چراغ سبز نشان داد. فساد و رشوه ستانی در ادارات طالبان. کمیشن کاری در تبانی با برخی از مقام های طالبان از مردم پول هنگفت به جیب می زنند. ادامه بازداشت و سرکوب زنان. طالبان یک فعال حقوق زن را از یک هفته به این سو در تخار زندانی کردند. عقب نشینی بریتانیا از شناسایی سپاه پاسداران ایران به عنوان سازمان تروریستی. کامرون میگوید به نفع بریتانیا نیست. و تصویب لایحه ممنوعیت واردات یورانیم از روسیه در مجلس صنایع آمریکا. مشروع اخبار: ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن برای حفاظت از منافع ملی خود با طالبان تعامل میکند. پاتل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری هدف دیگر این تصمیم را حمایت از مردم افغانستان توصیف کرد و گفت که مسائل حقوق بشری در دستور کار واشنگتن قرار دارد. این در حال است که سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در نشست اخیر شورای حقوق بشر از کشورها خواست که هر گونه تعامل با طالبان با مشروط به رعایت حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌بینیم. در حالی که چند پیش وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشری در افغانستان را وخیم خواند، اما حالا ایشودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن برای حفاظت از منافع ملی خود با طالبان تعامل میکند. پاتل روز سه‌شنبه 11 ثور در یک نشست خبری گفته که برای حمایت از مردم افغانستان و منافع ملی ایالات متحده چنین تعامل با طالبان ضروری است. به گفته ای او، این تعامل فرصت را نیز فراهم میکند تا به طور مستقیم درباره رهایی شهروندان آمریکایی که در بند طالبان هستند با این گروه گفتگو کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرده که تعامل این کشور با طالبان زمینه مبارزه با تروریسم را فراهم می کند و مسائل حقوق بشری در افغانستان نیز در دستور کار واشنگتن است. آمریکا در حال از تعامل خود با رژیم طالبان خبر داده که به تازگی سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گزارش ملی از وضعیت حقوق بشری کشور را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. در گزارش ملی حقوق بشر از وضعیت افغانستان تاکید شده است که شرط اساسی تعامل جهان با طالبان باید مشروط بر رعایت حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر مبتنی بر آرای مردم باشد. طبق این گزارش، شهروندان کشور به ویژه زنان و دختران به شکل سیستماتیک شاهد برچیده شدن حقوقشان هستند. شمار از شهروندان کشور از فساد و رشوه ستانی در شمار از ادارات زیر اداره طالبان در کابل خبر می دهند. آنان روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه 8 صبح شمار از اعضای گروه طالبان را به فساد و رشوه ستانی متهم می کنند. به گفته آنان در بیشتر وزارتخانه های طالبان و ویژه اداره های پاسپورت و شناسنامه این گروه کمیشن کار و جعلکاران اسناد وجود دارد. باشندگان کابل میگویند که فساد مانند ادارات دولتی حکومت پیشین افزایش یافته است. با گفته آنان فساد در برخی ادارات طالبان حتی بیشتر از نظام پیشین است و مقامهای طالبان از طریق کمیشن کاران رشوه میگیرند. این در حال است که فرماندهی امنیه طالبان در کابل از بازداشت 104 تن به اتهام کمیشن کاری در 3 ماه گذشته در این شهر خبر داده است. منابع محلی از بازداشت نسیم سادات، یکی از فعالان حقوق زن از سوی طالبان در ولایت تخار خبر می دهند. منابع روز چهارشنبه به روزنامه 8 صبح تایید می کنند که نسیم سادات از روز چهارشنبه هفته گذشته به این سو در زندان طالبان در تخار به سر می برد. با گفته منابع، نسیم سادات از سالها به این سو زنان و دختران روستانشین را در تخار به گونه پنهانی به شیوه خانه به خانه برای جلوگیری از خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری و
زیر سن آگاهی دهی میکرد. منابع تصریح میکنند که طالبان این فعال حقوق زن را در جریان آگاهی دهی برای اعضای خانواده که میخواستند دختر 10 سالهشان را به یک بزرگ محلی نکاح کنند از روسای گلمیش از مربوطات ولسوالی بهارک تخار بازداشت کرده و به ریاست امر به معروف و نهی از منکر این گروه انتقال دادند. منابع می‌افزایند که جنگجویان طالبان شمار از زنان را که برای رهایی نسیم سادات بر ریاست امر به معروف و نهی از منکر این گروه مراجعه کرده بودند نیز به شدت لاتکوب کردند. نسیم سادات مادر 5 فرزند است و طالبان تا کنون درباره بازداشت وی چیزی نگفتند. طالبان پس از تسلط دوباره ایشان همواره فعالان حقوق زن را در کشور بازداشت، زندانی و شکنجه کردند. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که افزودن نام سپاه پاسداران ایران به فهرست سازمانهای تروریستی سبب قطع روابط دیپلماتیک لندن با تهران میشود و به نفع کشورش نیست. کامرون روز سه‌شنبه 30 آوریل در نشست کمیته روابط بین الملل و دفاعی پارلمان بریتانیا گفته است که سپاه پاسداران به گونه کامل در فهرست تحریم‌های این کشور قرار دارد و شناسایی آن به عنوان سازمان تروریستی به مصلحت نیست. بر اساس گزارش اسکای نیوز وزیر امور خارجه بریتانیا تصریح کرده است که روابط دیپلماتیک لندن و تهران در حال حاضر مختصر است، اما هشدار داده است که شناسایی سپاه به عنوان سازمان تروریستی و این روابط پایان می‌دهد. این دیپلمات ارشد بریتانیایی 2 هفته پیش نیز در سفرش به اسرائیل گفته بود که لندن سپاه پاسداران ایران را به عنوان سازمان تروریستی شناسایی نخواهد کرد. همزمان با تلاش‌های ایالات متحده در کمک به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه به این کشور، مجلس سنای آمریکا لایحه ممنوعیت واردات یورانیم از مسکو را به اتفاق آرا تصویب کرد. بر بنیاد گزارش رویترز، سنای آمریکا روز سه‌شنبه 30 آوریل این لایحه را بدون هیچ مخالفت تصویب کرده است. انتظار می‌رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به زودی لایحه ممنوعیت واردات یورانیم از روسیه را امضا کند. آمریکا پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 واردات نفت از این کشور را ممنوع کرد. یورانیم وارداتی از روسیه برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق هسته‌ای در آمریکا استفاده می‌شود. گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده حاکی است که نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور در سال 2022 حدود 12% یورانیم خود را از روسیه وارد کردند. جان باروسو، سناتور جمهوری خواه از اعضای ارشد کمیته انرژی از تصویب این لایحه استقبال کرده است. او گفته است که ایالت وایومینگ به اندازه کافی یورانیم برای جایگزین کردن واردات روسیه دارد. اینها مهمترین رویدادهای امروز بود. از همراهیتان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.